ما هم مهماندار هستم مهمان ما هم در سیدیو تشریف آوردن که آقای شعیب کاوش هستن و در رابطه به خشونت صحبت می داشته باشیم پس بیم که همه ما و شما به خشونت نبوگیم تا این پدیده زشت از جای ما کم رنگ و کلا ریشکن شد ای که در اصل خشونت چیست کدام عوامل باعث خشونت میشه و وظیفه اعضای خانواده در قبال افراد خانواده چی است تا ای که بر از اونها بیشتر در رابطه با این موضوع آگاهی دهی صورت بگیره مسئولین کدام کارا را میتونه انجام بده تا اینکه خوشونت ها کم رنگ پس میتونین ای بس بیننده باشین خیلی خوش اومدین نیوراستان ای بخیر سلام عرض ادب خدمت شما و درود مفرستون برای بینندگان محترم امیدوار هستم که لباس صافیت بر تن داشته اینجا. باشه زنده سلامت باشین پس به با عنوان مقدمه چینی یا اولین پرسش بیاین یک تعریف از خشونت داشته باشین بعدش برمیگردیم در رابطه با موضوعات بعدی صحبت می‌کنیم بسیار خوب خوشونت عواملی است که باعث از بین بردن جوامع بشری صورت میگیره و خوشونت عواملی است که باعث از هم پاشی فامیل صورت میگیره امیدوار هستم که مردم افغانستان برای خوشنط نبگوید آها ان و بین در رابطه با عوامل خوشونت هم صحبت داشته باشیم که چی عوامل باعث با وجود آمدن این پدیده زشت در جامعه ما میشه و بعدش برمیگردیم به مسائل بعدی خب افغانستان کشوری است که از لحاظ به بسیار مشکلات های مواجه هستند که متاسفانه در این اواخر خشونت در افغانستان پیشرفته پیش شده است که امیدوار هستم که حکومت افغانستان بیشتر توجهی بکنه دیگه بله. تا فعلا هم خشونت هایی که امروز در افغانستان صورت میگیره از تمام منبع اصلی از از خانواده ها است که مهم. بالای خانمای خود بالای دختران خود ظلم هایی را میکنن که باعث از هم محبت خانوادگی میشه که این کار باعث ضربه زدن بر جامعه امروزی ما است دیگه متاسفانه کسانی که در رأس ارگان های و قضایی کشور قرار داره آنقدر نظارت جدی از این عوامل نکرده ولی متاسفانه که ما بگوییم که اگر در رأس از که نهادهای های عطلی و قضایی و یا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که کار کرده ولی متاسفانه که هر نظارتی که بر بالای خانما میکنن ای اجباری فکر میکنن یعنی هر آن چیز را که یا از یابی میکنن بررسی میکنن ریشه یابی میکنن تمام امکانات و از زیر نظر میگیرن ولی متاسفانه اقدام قانونی که در پیوند بر قانون اساسی افغانستان است نمیکنن به نظر شما مشکل در کجاست که, که اقدامات صورت نمیگیره و همچنان خشونت ها متاسفانه ما شما شاهدش هستیم که متدا ادامه داره چیزی که مشکلاتی که وجود داره ای است که نظارت دقیق ما نمی داشته باشیم اگر نظارت دقیق در ارسی پلیسی یک خانه در ارسی پلیسی یک اداره یک فامیلی که ما داشته باشیم هیچگاه خشونت های فامیلی و خشونت های صورت نمیگیره ولی ما بارها از طریق رسانه های افغانستان گفتیم که خوشونت یک کاری است که باعث از همپاشی یک جامعه میشه زمانی که یک فامیل روابط نیک یک روابط بسیار خوبه با فامیل خود آغاز بکنه با پدر و با, با مادر خود آغاز بکنه هیچگاه خوشونت ها اوچ نمیگره ولی متاسفانه یگانه چیزی که برای این ملت ارزشمند هست ایست که باید با خانمای خود باید با فامیل های خود برخورد نیک داشته باشند که باعث از هم پاشی فامیل و باعث از بین بردن محبت دائمی که در خانه میشه دور نگاه شود ولی من فکر میکنم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در رسازی از بانو سیما سمر قرار داره آنقدر امکاناتی را که مولی که البته ما فکر بکنیم که برای بانوان افغانستان میتن و یا انجام میتن آنقدر درست عمل نکردن برازی که امروز اگر حقوق و یا حق مسلم یک زن که می داشته باشه ده ها کنفرانس ها و برنامه هایی را در رابطه به حقوق زنان در رابطه بر نقش زنان برگزار میکنن ولی متاسفانه امو امتیازی را که حکومت افغانستان به عنوان یک زن برشان تسلیم میکنن مهیا نمیکنند ببین بیشتر در رابطه به امتیازات صحبت داشته باشم مثلا کدام امت... امتیازاتشان داده نمیشه و همچنان به نحو حقوقشان پایمال میشه ام. حقوقشان هم پایمال میکنن و امتیازاتشان به این معناست که یعنی یک زن که توانو هست او ایتو به توانایی فکر میکنن و نمیگذارن که در رأس پوست های دولتی در رأس پوست های سکتور های خصوصی کار بکنن این امتیازات نمیتن که امو قوم و اقارب خود بیشتر جلب توجه میکنن در اداره خود در پلیسی یک اداره واقع. و در و اگر این امکاناتی که وجود داشته باشه باعث از همپاشی یک جامعه میشه و زمانی که امین چیزی که قشری که امروز در افغانستان است بلی. که به عنوان زن و به عنوان دختر که فعالیت کار میکنن باید یا همدس و همنوا باشن که باعث پیشرفت صلح و سر تا هم میشه و باعث از همپاشی خشونت علی زنان در جامعه صورت میگیره بسیار خوب پس بین در رابطه با این صحبت داشته باشین در رابطه در رابطه با که در جامعه مثل افغانستان آیا خشونت فقط علی خانما صورت میگیره علی آقایان علیه اطفال علیه جوانان و اصلا خشونت خشونت البته در کل هم طفل در بر میگیره و هم اطفال در بر میگیره هم زن و هم دختر و هم مرد برازی که اگر ما امروز فکر بکنیم که یک انتحاری که در کابل صورت میگیره و یا در دیگر ولایت ها زمانی که پدر از اطفال خود جدا میشه مادر اوه. از اطفال خود جدا میشه این کلانترین ضربات روحی و روانی برای یک خانواده است این بزرگترین خشونتی خوش، را ما فکر باید. میکنیم که متاسفانه در افغانستان همین کار به اوج رسیده است زمانی که حکومت افغانستان اعلام میکنه که 45 هزار اردو و عمیت ملی افغانستان کشته میشه و هفتاد دو نفر هم نیروهای خارجی امروز اگر ما فکر کنیم از یابی بکنیم که نیروهای اردوی ملی چرا کشته میشه بله. چرا یا به قتل میرسه آیا به عنوان یک رئیس جمهور در افغانستان ما نداریم آیا به عنوان پلیسی ساز که امروز در افغانستان که افغانستان اداره میکنه نداریم ولی متاسفانه همه چیز همه امکانات داریم وزیر داریم رئیس جمهور داریم وکیل داریم همه چیز داریم ولی متاسفانه نظارت دقیق و عملکرد دقیق در برابرشان نداریم که امیدوار هستم که همین جوانان همین بانوان دست به دست هم بدهن تا اینکه یک افغانستان خودکفه خودشان آباد بسازن خب و هیچ کسی نیامده که آباد بسازه و ایره جور کنه یکانه چیزی همجی... که خیلی ها مهم است از فامیل شروع میشه تا بعد از این باز به مشکلات های زیادی مواجه نمیشه شما که یک جوان هستین حالا میبینین که بس و سال خیلی در جامعه ما داغ است و همه روزه بعد از مذاکرات صورت میگیره این موارد اما از حسی بانوان یعنی خانمایی بودن که باید در این پروسه اشتراک میکردن همان نیستن تعدادشون خیلی کم است و از تر از افغانستان شاکی ازی هستن که اگر دوباره توافق با طالبان که همیشه کسایی بودن که به نحو سال از ما گرفتن و ناامنی همیشه بر افغانستان دادن توافق دوباره صورت بگیره حقوق خانما داشتن بعض از آقایان و هم افراد جامعه داشتن به نحو زیر پا میشه و یا هم کسر میشه و یا هم کمتر میشه شما به عنوان یک جوان چی گفتنی دارین در رابطه به این موضوع آیا اگر این مذاکره صورت بگیره و اموم به صلح که یعنی قرار است بیاید و شما چی فکر میکنین آیا افغانستان دوباره به دوره تاریک میره و یا هم امو حق و حقوق کال شما در این عنوان یک جوان میین در برنامه مصاحبت میکنین می داشته باشین از نظر شما بسیار خوب ولی در آتش بس شش ماهه که از سوی حکومت افغانستان اعلان شد این ملت یک بار زنده شد واقعا برازی که ملت افغانستان ملتی است که در طول تاریخ هم جنگیدند و هم پیروز شدن و هم یک جایی را تانستن که بگیرن البته توسط مجاهدین بر حق خب مذاکراتی که یا با طالبان میکنن با حکومت افغانستان میکنن باید امی مذاکرات مستقیما برای نمایندگی از مردم افغانستان هم. که جناب رئیس جمهور سای با همکاران و عذاب سیاسی میباشه همین مذاکرات مستقیما و خواست طالبان چی است و خواست حکومت افغانستان چی است زمانی که این دو خواست در پیوند بر قانون اساسی افغانستان بود در پیوند به قرآن کریم بود هیچگاه مشکلات صورت نمیگیره و صلح در افغانستان آمدنی است اما با بسیار مشکل امیدوار هستم که حکومت افغانستان و دولت افغانستان از هر قدمی را که برمی داره به باید پاورجا باشه و بدون با اساس هر... باشه بله با بدون از خشونت باشه و خشونت هم زمان من خواست شد که صلح بیاد در افغانستان اینشالا. و امیدوار کننده بر همگی شاید باشه آها. پس برمیگردیم دوباره به بحث خشونت اگر مسئولین قسمت که شما زیاد در صحبت هایتون یادآور شدین که مسئولین باید در زمینه‌ای که خشونت ها کاهش پیدا کنه باید کار کنن اگر کار صورت نگیره و با این منوال ادامه پیدا کنه این خشونت ها چقدر میتونه برای جامعه ما بعض از مشکلات به وجود بیاره و برای جوانان خانم ها و همه افراد و همه ازایی که در افغانستان زندگی میکنن زندگی کردن مشکل میشه بسیار خوب زمانی که خشونت علیه زنان و مردان متوقف شوه هیچ مشکلات فامیلی و مشکلات جامعی صورت نمیگیره برازی که بر اساس تحقیقاتی که همکاران ما کردن 20 درصد کاهش یافته است خوشونت 20 درصد کاهش یافته است او هم به حکم بانو سیما سمر و اشاره کردن که 20 درصد کاهش یافته است ولی ما وقتی که یعنی 20 درصد بله وقتی که ما فکر میکنم که یا جمع بندی میکنن که اینقدر زنان در پست های حکومتی هستن اینقدر زنان دستشان پایان تر است و کسی یارا کمک کرده نمیتونن و اینقدر زنان در اینجا کار میکنن ای چیزها را ریشه کردند کردن و, و عواملشان را هم بیان کردن که چرا کم عوامل صورت میگیره که <متحن> اگر خشونت علی زنان در افغانستان که منع شوه هیچگاه باعث حسن پاشی یک حکومت خود کفایی نمیشه و هیچگاه باعث حسن پاشی یک جامعه و یک نظام نمیشه زمانی که خشونت منع شد علی زنان و مردان و دختران اینها فکر بکن که یا یک بار زنده شدن <متحن> هیچ گاه باعث از هم فامیل و باعث از هم جامعه صورت نمیگیره آها بله واقعا و شما از که برنامه رو تماشا میکنین میگن بیاین که تغییر از خود آغاز کنیم چون در بس مواقع ما میبینیم که کار از ما سر میخوره که باعث ناراحتی طرف مقابل میشه که به نحوی میشه گفت ای هم خوشونت است و کار کنیم که از خانواده ای ما آغاز کنیم و کسایی که بیشتر میفهمن به نحوی آگاهی دهی صورت بگیره تا خشونت ها کمتر شد و ما و شما شاهد خشونت های آینده نباشیم و میشه در برنامه های ما و در بحث های ما از خشونت های یادوان نشیم پس برمیگردیم در رابطه به ای که البته مسئولیت خانواده ها در مقابل اعضای خانوادهشون چی است و اونا چگونه میتونن افراد رو برای جامعه تقدیم کنن تا بدور از خشونت باشه چون بدون شک آغاز زندگی هر فرد زمانی که وارد جامعه میشه از خانواده است بله. و این خانواده است که چگونه یک فرد تقدیم جامعه میکنه بیشتر از شما میشه خب اولین معلم یک اولاد پدر و مادر است. <تصفح> یعنی هر آن چیزی که پدر و مادر رو را تربیه بکنه در هر محیطی که او زندگی داشته باشه زمانی که در زیر نظارت پدر و مادر بود هیچگاه با مشکل او دختر از او و یا بچه از او مواجه نمیشه <تصفح> <تصفح> و زمانی که خواستن که در یک محیط سالم زندگی داشته باشه و یا در محیط ناسالم زندگی داشته باشه در همون محیط ناسالم میتونه که اولادی را تربیه کنه که باعث بروز کردن جامعه باعث سالم بودن یک جامعه صورت بگیره بله. و هر لحظه که خوشونت ها از افغانستان و از خانواده ها بالخصوص که تمام شد هیچگاه باعث مشکلات صورت نمیگیره و خشونت هم زمان بند شد که همه ایشان اعتماد به نفسشان بلندتر بکنن همین خود فامیل ها بالای اولادشان سرمایه گذاری بکنن بالایشان زحمت بکشن و او را در جامعه تشویق بکنن در هر رشته و یا در هر مسلکی که علاقه هست او را تشویق بکنن که باعث پیشرفت خود فامیل هم میشه و باعث تقدیم کردن یک اولاد و نیک و صالح به جامعه هم میشه بدون شک شما از رشته یادآور شدین بعض از خانواده هایی هستن که میشه کودکان رو یا هم همون فرزندانشون رو سرکوب میکنن و برشون خط مشی موارد تعیین میکنن میگن حتی در رشته های تحصیلی در مزامین کونا بیشتر در مکتب برش علاقه مند هستن دخالت میکنن که ما این مضمون دوست نداشته باش مثلا مضمون ریاضی رو دوست داشته باش که در حالتی که مثلا او هیچ مضمون دوست نداره و مضمون رو خودش قابل پسندش است صورت دوست می داشته باشه این که بعض از تصمیم شون والدین بالای اطفالشون می قبولونه به شکل یعنی اجباریش آیا ایره بله زمانی که ما یک کاری را ما سر یک فرزند خود سر یک اولاد خود که را پافشاری بکنیم تو باید دکتر شو تو باید انجینر شو تو باید اقدان شو این مسائلی است که باعث از همپاشی و روحیه را از بین بردن یک فرد میشه زمانی که یک طفل علاقمندی بیشتر داشت و یا یک نوجوان که فارغ تحصیل صنف دوازده می باشه آه. و یا رشته علاقمندی از این جورنالزم است زمانی که ایره می خانه اگر خانواده دخالت بکنه داکتری خان که رو برو دکتری را بخوان اما انگیزه را که از رشته خود داره اونو از بین می بره تو امیدوار هستم که خانواده ها در هدف کمک بکنن منتا در رشته مسلکی که یک فرد علاقه می داشته باشه با فشاری نکنن که باعث خشونت و باعث برخورد درست نیست ده. که این کلگی گلایمن هستن که میگن ما یکی دکتر شیم یکی حقوقدان شویم شیم یکی اقتصاددان شیم این مسائل است که بسیاری از جوانان شکایت دارن به خصوص دختر خانم ها و جوان ها شکایت دارن امیدوار هستم که فامیل ها بیشتر درک مسئولیت بکنن و بگذارن که فرزندشان به هر نوعی که انتخاب هدف میکنه البته انتخاب هدف در پیوند برای مشروعیت باشه که میتونن یک زندگی سالم و یک زندگی بیجوش. خوبی پس آبا. در آخر گفتم میتونیم که خشونت فقط برخورد فیزیکی و یا هم یعنی جسد دادن برای افراد نیست. حتی بعض از رویه های ما، بعض از افکار ما و یا هم بعض از سلامی را که ما انجام میتونیم اونها را هم ما خشونت گفتم میتونیم. بسیار زود تشکر. شکایت شاید بکاریش. از کدربار نیم تشریف آوردیم. سوپر خوب داشتیم. و امیدوارم روز برسه که اصلا خشونت وجود نداشته باشه. و ایفادزی زشت کلان شکن و از بین برده شود. در قسمت از برنامه ایضا میبینیم با هم یک جا پیام نیمروز تماشا می کنیم بعد برمیگردیم تا ساعت 4 این برنامه را با همکاران عزیزم تماشا کردن و یادآور می که پیام نیمروز چند لحظه تقدیم شما می کنیم و حالا موزه نیمروز ببینند هم باشیم. تشکر از اینکه برنامه ما را تماشا کردید. اگر میخواهید برنامه قبلی را تماشا نمایید، اینجا را کلیک کنید و اگر میخواهید برنامه بعدی را ببینید، اینجا را کلیک نمایید و اگر میخواهید با چنل یوتیوب ما به پیوندید، اینجا را کلک نمایید.